سلام مردم خبری های عزیز، خوش اومدید به بخش خبرهای ساعت 15. یک برنامه تلویزیونی که صبح پخش شد موجبات واکنش هایی رو به وجود آورد. حالا با هم ببینیم ویدیو رو، بعد خدمتتون عرض میکنم. لوگوی باشگاه استقلال داده و ظاهرا گفتن که 100 میلیون تومان باید به ثبت شرکت 300 میلیون تومان میپرداختن به ثبت شرکت و علائم تجاری و اینها. این ظاهرا پرداخت نشده، لوگو الان در توقیف شاید یه جورایی مجتمع هست تا وقتی که استقلالیا برن تثبیت بکنن، یعنی آره تسویه بکنن در واقع. آره دیگه، حالا گفتن که اگرم نیاد و پولشون ندید به مزایده میذاریم. حالا من به هر حال من خواهشم از دوستان، اگر احیانا من آماده یه دارم پیدا میکنم که واسه اینکه از استقلالیا فوش بخورم، شوخی لطفاً بگم یا نگم؟ اصلا تو فاز تسلیم هم دیگه. اگر این لوگو توقیف شد و خواستید لوگو جدیدی بزنید، حداقل داخلون لوگو از سوراخ‌های کمتری استفاده بکنید. یه دونه کلی داره، سه تا اون وسط داره. چه وضعیتیه که بشموری سر هم میشه 4 تا؟ ولی ان شاءالله که این سری تو خودت دوست داری اصلا. نه بابا، بالاخره طرفداریه دیگه. ولی حالا واکنش‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی بود که مجابات این واکنش‌ها شد و مسائلی رو به وجود آورد. بعضی‌ها گفتن که این مجری کنایه زده، بعضی‌ها گفتن شوخی دردسرسازی داشته یا مجری پرسپولیسی بوده. ولی خلاصه باشگاه استقلال اعلام کرده که واکنش نشون داده، همکاری خودش رو با صدا و سیما قطع کرده. باشگاه استقلال به دلیل اظهارات مجری برنامه سلام صبح بخیر شبکه 3 سیما با صدور اطلاعیه واکنش نشون داده. متن اطلاعی باشگاه استقلال به این شکل: در شرایطی که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با پول مردم اداره میشه و باید به مردم و علاقهشون احترام بگذاره، متاسفانه یکی از مجریان این سازمان در یک برنامه تلویزیونی به طور آشکار و مستقیم به باشگاه استقلال و نشان رسمی اون اهانت کرده. با توجه به سابقه این رفتارهای سخیف از سوی مجریان مختلف تلویزیونی، باشگاه استقلال تا زمان عذرخواهی رسمی سازمان صدا و سیما همه همکاری های خود با این سازمان را قطع خواهد کرد. خب باشگاه استقلال خواستار عذرخواهی رسمی صدا و سیما شده. بگذاریم بریم سراغ ویدیویی که امروز در فضای مجازی خیلی بازنشر شده. گل‌های خوشگل علی کریمی، جادوگر فوتبال ایران، در موقعی که در تیم فوتبال بایر مونیخ آلمان آقایی میکرد. با هم ببینیم. و حرکات دیدنی علی کریمی بود، حرکات نمایشی و تکنیکی که این فوتبالیست ایرانی در تیم بایر مونیخ آلمان داشت. علی کریمی، ملی پوش اسبق ایران، بازیکن با سابقه تیم فوتبال پرسپولیس، از سال 2005 به مدت 2 سال در تیم بایر مونیخ آلمان بازی کرد و در این مدت گل‌های بسیار زیبایی به ثمر رسوند. بریم سراغ ویدیوی بعدی که اون هم بازنشر و بازتاب زیادی در فضای مجازی داشته. نخست وزیر انگلیس برای خبرنگارا با این وضع چایی میاره. با هم ببینیم.
you have a cup of tea? Will you apologize for your comments? Would you like a cup of tea? Yeah, sure. You don't. Have a cup of tea. Thank you, thank you. Do you regret your comments? Go on, have a cup of tea. Thank you very much. There you go. There you go. Do you regret your comments, yeah, sir? I want you. You want you to have a cup of tea. If I have a cup of tea, will you answer my question? No, I'm here solely on a humanitarian mission because you've been here. حالا وضع موهاش، لباساش، ولی کلن به خبرنگارام گفته با شما مصاحبه نمی کنم، ولی چون خیلی اینجا وایساده بودید چایی واسه تون میارم که با لیوانای متفاوت هم آورده بود براشون. خب یک شخصی برای نگهداری شتر و گوسفند یک کسی رو استخدام کرده، بعد اون شخص که اون کسی که استخدام شده ازش قیچی خواسته، بعد معلوم شده که این یک هنرمند تمام عیاره، یه جورایی روی شتر و اینا هم تتو میکنه. با هم ببینیم. ببینید که بخش هایی از نیویورک زیر آب رفته. سید بیرحمانی ماهی ها در کنتاکی آمریکا. جریان برق رو متصل می کنند به آب از طریق قایق های شوک دهنده و باعث بیهوشی موقت ماهی ها و سید اونها به دست صیادان میشن. با هم ببینیم. مولودی‌خوانی حسین طاهری به مناسبت اولین روز ذی‌الحجه همزمان با سالروز ازدواج امیرالمؤمنین علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که در فضای مجازی بسیار بازتاب و بازنشر داشته، پایان بخش این بخش خبرهای تلویزیون اینترنتی مردم خبر هست. دیگه میشن رو سر همه اهل زمین ناغ میپاشن دنور خدا محرم هم دیگه میشن ملاک تو آسمونا تل میکشن بادا بادا مبارک به همه عروسی علی و فاطمه بادا بادا مبارک جانم دستت بیاد بالا بادا بادا مبارک به همه کی دیده همچین عروسی که نبی عاقدشه کی دیده همچین عروسی که نبی عاقدشه عجب عقدی شده که خود خدا شاهدشه عجب عقدی شده که خود. بخش بعدی مردم خبر ساعت 15:30.